خب سوال نهم. سوال نه، اول کلماتش رو میگیم. You are یعنی شما هستید، following یعنی دنبال میکنید، large یعنی بزرگ، vehicle یعنی ماشین، why یعنی چرا، should یعنی باید، stay یعنی ایستادن، safe یعنی مطمئن، distance فاصله، behind یعنی پشت. خب منظور سوال این رو میگه، میگه شما دارید دنبال میکنید یه ماشین بزرگ رو، چرا باید شما بیستید پشتش با فاصله مطمئن؟ جوابش میشه قسمت سی درسته. شما آلو یعنی اجازه دادن، او دبل الم یعنی به معنای ویله یعنی خواهد، درایور یعنی راننده، سی یعنی دیدن، یو یعنی شما، دیر یعنی آنها، میرور یعنی آینه ها. خب منظور جواب این رو میگه، میگه شما اجازه میدید به راننده، یعنی راننده ای که ماشین بزرگ سوار شده، که ببینه شما را از داخل آینه هاش. همین میگه که پس به شما به راننده اجازه میدید که ببینه شما رو داخل آینه های خودش، اگه فاصله تون رو مناسب انتخاب بکنید. خب میریم سوال بعدی. سوال ده میگه که اول کلماتش رو میگیم. ون وقتی که، یو یعنی شما، سی یعنی دیدن، هزارد یعنی خطر، اهد یعنی جلوی روی شما، یو یعنی شما، شود یعنی باید، یوز یعنی استفاده، میرور یعنی آینه ها، وای یعنی چرا. خب میگه که منظور سوال این رو میگه، میگه وقتی که شما میبینید خطر رو جلوی رویتون، چرا باید شما استفاده کنین از میروراتون، چرا باید این کار رو انجام بدین، شما باید استفاده کنید از میروراتون، چرا باید این کار رو انجام بدین. قسمت بی درسته. To assess how your action will affect following traffic. میگه که to assess یعنی ارزیابی کردن، your actions یعنی واکنش شما، effect یعنی اثر گذاشتن، following traffic یعنی ترددی که شما رو دنبال میکنه. میگه ارزیابی میکنم که چگونه است واکنش شما چگونه خواهد بود برای افکتی که میذاره بر روی اون ترددی که پشت سرتونه، ترددی که شما رو داره دنبال میکنه. پس میگه که چرا باید شما آینه هاتون رو موقعی که به خطر برخورد میکنید، چرا باید آینه هاتون رو استفاده کنید. میگه که باید برای اینکه ارزیابی کنید که اون واکنش شما چه اثری میذاره بر روی اون ترافیکی که داره شما رو دنبال میکنه. بریم سوال 11. سوال 11. You are waiting to turn right at the end of a road. Your view is obstructed by parked vehicles. What should you do? خب منظور اول کلماتش رو میگیم. waiting یعنی صبر کردن، turn right یعنی بپیچید سمت راست، end یعنی پایان، road یعنی جاده، your view یعنی دید شما، obstructed یعنی مانع شدن، مانع بودن، by یعنی به وسیله، parked vehicles یعنی ماشینایی که پارک شدن، what should you do چه باید شما انجام بدید. خب منظور سوال این رو میگه، میگه شما صبر کردید که ترن رایت کنید، یعنی بپیچید سمت راست در پایان یک خیابون. دید شما، your view یعنی دید شما، obstructed مانع شده یعنی دیدتون محدوده به وسیله ماشینایی که پارک شده، چه باید شما انجام بدین؟ قسمت A درسته. stop and then move forward slowly and carefully for a clear view. میگه که بایستید و then یعنی پس، move یعنی حرکت کنید، forward به سمت جلو، slowly یعنی آروم، carefully به دقت، for برای، clear یعنی پاک شدن، خالی شدن، view یعنی دید. میگه بایستید و پس از اون حرکت کنید
به سمت جلو خیلی آروم و با دقت تا این زمانی که دیدتون باز بشه. بریم سوال بعدی. سوال 12. What یعنی چه، may ممکنه، happen اتفاق افتادن، hang object یعنی اون چیزایی که آویزون میکنی از داخل ماشین، from از your interior mirror از آینه های داخلی شما، interior یعنی داخل، mirror یعنی آینه. خب میگه چه ممکنه اتفاق بیفته اگه شما آویزون کنی از آینه های داخلی چیزایی رو، یه وسایلی رو، اون آبجکت ها، وسایل، چیزایی رو. قسمت دی ای درسته. Your view could be obstructed. میگه دید شما میتونه باشه محدود، مانع دید شما ممکنه بشه اون وسایلی که آویزون میکنی. خب بریم سوال 13. سوال 13. You are on a long motorway journey. What should you do if you start to feel sleepy? میگه که شما در طول یه موتوروی در سفر هستید. کلمه به کلمه اول بگیمش. میگه که آن روی لانگ موتوروی جورنی، یعنی لانگ یعنی در طول موتوروی، آزاد را یا بزرگ راه، جورنی سفر رفتن، وات یعنی چه، شود یعنی باید، دو یعنی انجام دادن، استارت یعنی شروع میشه، فل یعنی احساس کردن، اسلیپی یعنی خواب آلودگی. میگه شما در طول یه سفر در موتوروی هستی، چه باید شما انجام بدی اگه شروع بشه اون احساس خوابالودگی که در انسان به وجود میاد. قسمت دی درسته. لیو یعنی ترک کردن، د موتوروی اون آزاد راه، اند استاپ این سیف پلیس، میگه که ترک کنید بزرگ راه رو، استاپ و بایستید این سیف پلیس، در یک مکان مطمئن. بریم سوال 14. سوال 14. Why یعنی چرا، should یعنی باید، you یعنی شما، switch on یعنی switch on یعنی روشن کردن، your lights یعنی چراغاتون، when وقتی که، first یعنی اولین، start یعنی شروع میشه، get dark یعنی میگیره تاریکی. خب dark هم یعنی تاریکی. خب منظور سوال این رو میگه، چرا باید شما چراغاتون رو روشن کنید وقتی که شروع میشه، اولین چیزیه که داره شروع میشه و میگیره تاریکی همه جا رو. میگه چرا باید چراغاتون رو در اون موقع روشن کنید. قسمت بی درسته. So others can see you more easily. میگه برای اینکه دیگر راننده ها بتونن ببینن شما رو به صورت آسون تر، به صورت راحت تر بتونن شما رو ببینن. میگه هر موقع که شروع میشه و هوا به صورت تاریک میشه، برای چی ما باید چراغامون رو روشن کنیم؟ برای اینه که راننده ها یا اونای دیگه راحت تر بتونن شما رو ببینن. قسمت بی درسته. بریم سوال 15. سوال 15. What is most likely to distract your vehicle you are driving? اول کلماشو میگیم. What چه، most likely یعنی احتمال زیاد، distract یعنی حواس پرتی، your vehicle یعنی ماشین شما، you are driving در حال رانندگی بودن. خب میگه که چه هست احتمال زیاد باعث حواس پرتی شما، while یعنی زمانی که شما در حال رانندگی هستین. خب میگه که چه چیزی باعث حواس پرتیتون میشه انگامی که در موقعی که دارید شما رانندگی میکنین. قسمت الف درسته. using a mobile phone، زمانی که شما استفاده میکنید از تلفن همراهتون.
بریم سوال بعدی، سوال 16. When وقتی که may ممکنه you شما use استفاده hand یعنی hand headphone یعنی همون منظورش هدفون استفاده کردن هدفون موبایلتونه your car ماشینتون میگه چه وقت ممکنه شما استفاده کنید از هندسفریتون هندفونتون برای در ماشینتون قسمت بی درسته سویتبلی پارکت وقتی که شما پارک کردید در یک جای مطمئن در یک جای ثابت وایسادید در یک جای مطمئن وایسادید